ظاهراً به نظر می رسد که گفتگوهای آمریکا با طالبان وارد حساس ترین مرحله شده است. چنان که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که پس از دور هفتم گفتگوهایش با طالبان به چین و واشنگتن رفته است، از دست یافتن و پیشرفت های واقعی روی هر چهار مورد با طالبان سخن می زند. می خواهم برای شما بگویم که ما به پیشرفت‌های واقعی در تمام چهار مورد رسیده ایم. ما دیالوگ داشته ایم و آرزو داریم که گفتگوهای بعدی هم در آینده نزدیک شروع شود و ما از نظریاتی که تا حال به دست آوردیم در مورد مبارزه با حراس‌افکنی راضی هستیم. خلیلزاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را وابسته به تعهدات طالبان در کار مبارزه با حراس‌افکنی می‌داند و می‌گوید که اکنون طرف واشنگتن و طالبان روی راهکارهای عملی کار می‌کنند. ما روی راهکارهای اجرایی کار میکنیم تا مطمئن شویم چیزهایی که بعد میشه بعد تحقق خواهد یافت. خروج نیروهای آمریکایی هم وابسته به تعهد طالبان است که به ما خواهند داد. ما همچنان در حال مذاکره با دولت افغانستان هستیم و ما میخواهیم که رابطه با افغانستان در آینده هم حفظ شود. گروه طالبان اما پیشرفت درباره دو مورد از جمله خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین‌های ضد حراس‌افکنی را تایید می‌کنند، اما آتش‌بس و شروع گفتگوهای رسمی را از موارد داخلی خود افغان‌ها می‌دانند. اونها به یک تفاهم شاید میگم اولیه فراتر از اولیه دست پیدا کردند، اما باز هم شاید نقاط دیگری باشه، ولی در این سو ما میخواییم بگم که از این پس کار حکومت افغانستان، کار ملت افغانستان سختتر، شدیدتر خواهد شد تا اینکه ما واقعا اینجا راه خودمون را گم نکنیم. افزون بر این خلیلزاد بر پررنگتر شدن نقش زنان در گفتگوهای صلح تاکید کرده و گفته که زنان در گفتگوهای رسمی صلح یک یا چند کرسی خواهند داشت. از همه آنچه که تغییرات میشه باید حمایت شود، ولی در عین زمان با خوشبینی بیش از حد به قضایا برخورد نکنیم، بلکه برخورد واقع بینانه نسبت به قضایا داشته باشیم. با این همه خلیلزاد قرار است که نتیجه دور هفتم گفتگوهایش با طالبان را با مقامهای آمریکایی شریک بسازد و سپس دور هشتم گفتگوهایش را با طالبان در آینده نزدیک اثر بگیرد. از سوی هم منابع گفتند که همزمان با هشتمین دور گفتگوهای آمریکا با طالبان، چهارمین نشست میان افغانی در یکی از کشورهای منطقه برگزار خواهد شد.